واقعا خیلی خوبه که توی این سن پوست به این بابا در رابطه با پوست من باز دوباره شروع شد. یکم آرایش و مارایش و نمیدونم اینا رو بذارید کنار. بچه ها یه چیزی رو در رابطه با ناخونا بگم. خیلی جالبه. چند وقت پیش تو گروه گفتیم بچه ها هر کس عکس ناخوناشو بفرسته. باور کنید و بعد گفتم خرچی که شما در ماه میکنید برای ناخوناتون. من میدونی چرا این سوال رو پرسیدم؟ یه دفعه احساس کردم که چرا هر کی که با من داره حرف میزنه یا ویدیو مسیج میده ناخوناشون عجق و جخه، خیلی انواع فیگورا و انواع فلان. با خودم گفتم بابا ما تو اینجا اگر میخوایم براتون آمار بگیرم از اینجا بلنشم تا آخر کوچه برم یا تو اتوبوس سوارشم بعد ناخونا رو نگاه کنم، میخوای ناخونا رو نگاه کنم بگم باور کنید خیلی به ندرت شما اینجا تو اروپا مگر یه سری کسایی که خارجی باشن و تازه اومده باشن یه سری اینج... و یا مثلا اصلا این موجی که در ایران هست که همه اونم چه خرجایی، یکی میگفت 100,000 تومن در ماه من ناخونم میشه. 100,000 تومن؟ من گفتم بچه چیکار میکنی؟ من تا حالا ناخونم رو درست نکردم، اصلا من مانیکور پانیکور نکردم، چیکار میکنن ناخون؟ خیلی جالبه که چقدر نیرویی که شما برای زیبایی ظاهری میکنید بعدم همه، یکی به من اومده بود میگه زیبا چرا نمیرید مثل اینا رو عمل کنید، گفتم تویی که این همه رفتی این همه به زیباییت رسیدی این همه از بدبختیات اومدی تو گروه حرف میزنی که نمیدونم شوهرم اینجوری کرده اونجوری که انوالفی، وقتی هم مثلا میمد از بدبختیاش حرف بزنه اونقدر و مثلا توی ویدیو مسیج جش که میداد اصلا شما میگن یه هنر پیش هست داره انگشترها اینجوری ماره فلان اینجوری نمیدونم ابروی بهمانم آرایش اصلا میخواستی بگه که یه ذره خودت بشور ببینیم کی هستی اصلا یه آدمی طبیعی هستی یا نه، با اون ناخونت و با اون فیگورت و با اون اندامت و فلان اینا که با بدبخت از بدبختی ها طرف میزنی، مایی که هیچ کدوم از اینا رو نداریم از خوشبختی همون میگیم. همین میتونه یه علامت سوالی باشه.